بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امام الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب زياده الايمان ونقصانه وقول الله تعالى زدناهم هدى ويزداد الذين امنوا ايمانا وقال اليوم اكملت لكم دينكم فاذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص اي باب از جمله باب است که خیلی جنگ از این جنگ انگور است خیلی علما ای کلام کرده عینی قسطلانی و عسقلانی اینا تقریبا نیم جلد سر از این باب پر کرده نیم جلد یک کتاب خود را سر از این کتاب پر کرده این باب از خیلی بابای پر بحث است در اهل سنت و جماعت دو نظریه است یک نظریه است که ایمان زیادت و نقصان را میپذیرد یک نظری دیگه است که ایمان زیادت و نقصان را نمی پذیره قوت و ضعف می پذیره ایمان بخاری رضی الله تعالی از جمله کسانی است که به زیادت و قوت ایمان قول میکنه کنه عادت بخاری رحمت الله علیه ای است که کسی که مخالف نظریش باشه به با او را قسم باب جور می که تلویحا او را رد میکنه به اشاره او را رد می و ای از از جمله خصایص ایمان بخاری رحمت الله علیه است که کسی به طبیعتش برابر نباشه او را چنان باب جور میگنه که ناخواسته او رد شوه ما نظریه نظریشانی است که ایمان زیادت و نقصان را نمیپذیره اشاعره هم همین نظر داره منتها اشاعره باز یک تفصیل داره بینش میگه قوت ایمان خود قرآن چی زیادت ایمان خود قرآن آمده این نقص زیده کجا میگه آمده که شما میگه نقص از کجا پیدا کردن؟ میگه ما مفهوم مخالف بپذیریم میگه مفهوم مخالف شما باور نداره سرش اهل زواهر و محدثین سر مفهوم مخالف اعتبار نداره چون اونا تابع نص است و نص مفهوم مخالف نص معنای مثبت نص یا معنای حقی نص نمیده ای بحث از اگه بحث کلامی دی کنم نمیفهمین اکثرتون چون مدرسه نخوندین این بحث مدرسه ای است خلاصی از این مرحله که ای میرسم خندیم میگیره که اومد اسلامی یعنی در بعضی چیزای بسیار خورده. که او اگر بیخ از او گپ بپالی حل میشه اردیش یک نظر است ولی دو او بعضی اوقات خدا مصروف کردن الله رحمت کنه اینا خود امانت علمی خدا ادا کردن یعنی امانت علمی رو واقعا ادا کردن الله زینا رحمت کنه اینا را راضی باشه از اینا این جنگ جنگ انگور است جنگ انگور چی میگه مولانا قسم میکنه این مسنوی خود مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی میگه که چهار کس را داد مرد یک درهم هر یکی از شهرهای افتاده به هم فارسی و رومی و عرب جمله با هم در نزا و در غذب فارسی بگفت بی بیا کابین را به انگوره دهیم آن دیگر عرب گفت لا من عینب خواهم من انگور نخواهم دغا آن دیگر رومی گفت ای, ای کزم من عینب نخواهم من خواهم آزم این شعرش طولانی است میگه چهار کسی را یک آدم یک در هم داد بازی که گفت که سر ازی میرم انگور میخرم دیگه گفت که من انگور منگور تنم میشم من عینب میخرم و عینب به عربی انگور میگه دیگه گفت که من عینب بنا بتنم ما وزم میخرم و دیگه شام تو رومیام چیزی که میگفت ما اینی چیزا میخرم اینا در جمله در در نزاع و در غضب جنجال میکردن و دی اخر یک آدم اومد که زبان ها، زبان ها می زبان از چهار زبان میفهمه گفت چی گپ از جنگ تان سه گفت مرا یک آدم پیسہ داد یک درم داد ما میرم انگور میخرم یی آدم که عینب میخرم دیگه گفت خب مرا پیسہ تان که رفت انگور خرید رومی میگه دیدی گپ ما شد دیدی بند تا میگه فارسی میگه ها دیدی که از ما شد عربا میگه دیدی که از ما شد این جنگ جنگ انگور است ما می علمای کلام که دیدیم سر بعضی موارد سر جنگ انگور اخته هستند به خاطری که بی گپ یا 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 یا, یا،, یا، در گپ یا یا چی بر بگیم ریشی اصلی گپ به یک نقطه میگه که تو هم قبول داری ما هم قبول دارم مثل که من میگم سرای شمالی میرم تو میگی ای راه را مستقیم میرم من میگم از راه نمیرم از راه میرم هر دوی ما به چارای سرای شمالی میرسیم امی اختلاف اکثر اختلاف علمای عقیده و کلام در است فرق بین عقیده و کلام است یادتان باش عقیده معیار است کلام معیار نیست ولی ما چون امانت علمی باید بگویم ما خودم با, با،, با،, با کلام با 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 های کلام پابند نیست ما با اعتقا عقیده بحث ما است ولی امانت علمی باید گفته شود اگر گفته نشه گردن ما بسته میشه به خاطر اینکه ای با میرسه ما بحث کلامی که امام بخاری اگر آدمی بود که از کلام رد میکرد سر کلام در کلام نظریات خاص خود داشت امام بخاری کلام فلسفی را رد میکنه ولی وقتی که باز بحث چی خودش میرسه مطابق با مو ابو اندیشی خود امام بخاری رحمت الله علیه میگه اوجا باز بیبی که کار کلامی میکنه همین بابا طبق چای کلامی جور کرده طبق مؤلفه های کلامی جور کرده در کلام بحث زیادت و نقصان ایمان است در قرآن عظیم شان به نقصان ایمان در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله جای به نقصان ایمان اشاره نشده به زیادت اشاره شده به نقصان اشاره نشده ولمفهوم مخالف ازي ا ب ضعف و بقوات اشاره شد و ذلك اضعف الايمان اعلاها و ادناها اعلى شعبه الايمان و ادنى شعفزلها و ادناها و امثال ازي کلمات آمده و کلمین نقص نیامدک نقص در چیز موارد فیزیکی میباشد در موارد محسوس ملموس قابل درک و لمس میباشد زیادت همچنان ولی قوت و ضعف امکان داره در هر چیز باشه امیال گرمی گرمی قوت و ضعفش معلوم میشه امی گرمی و سردی قوت و ضعفش معلوم میشه این رو ما شما زیادت و نقصان امروز ولی نمیگیم که امروز گرمی کم است اچی امروز گرمی ضعیف است تو نمیگیم امروز گرمی ضعیف است امروز میگیم که در محاوره ما امروز گرمی کم است امروز گرمی زیاد است نمیگیم که گرمی امروز قوی است محاوره ما نیست بل مقابل محاور عرب مخا... مثل محاور ما را هم بر قوت هم بر ضعف هم بر ازدیاد هم بر نقصان اصطلاحات داره خو هیچ در قرآن و سنت این مصطلح استعمال نشده که برای ایمان کلمه نقص استعمال کنه از او خاطر ما و اشاعره میگه که بر نقص ایمان کدام قول نیست اما زیادت ایمان زیادت ایمان در نصوص آمده هیچ مسلمان از این کار نمیکنه منتها بعضی از نصوص تعویل میکنن مثل امام باونفر رحمت الله علیه حسن ابن زیاد رحمت الله علیه اینا تعویل کردن امام مالک صاحب تعویل کرده و هیچ عالم در دنیا نیست مگر که مجبور به تعویل شده است حتی علما اهل زوائل که اصلا تعویل قبول ندارند جای مجبور امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه تعویل رد میکنه مگه تعویل باطل است میگه قرآن را زایغ میکنه کج ولی خودش مجبور شده که تعویل کنه موضوع اسماء و صفات امی امام احمد ابن حنبل تعویل مجبوریت انسان است ولی اصل نیست یادتان باشه تعویل مثل تیموم واری است تا مادامی که او باشه جایز نیست تیموم کنی تا که ضرورت برای تیموم پیش نشده باشه به میشکل شکل ضرورت تا که برای تعویل پیش نشده باشه اون جایی که نص مفهوم مخالف نص یا مفهوم صریح نص مغایر سایر نصوص میه به تعویل مجبور میشی و جا برای فهم تعویل اصل مقصد الهی نیست یادتان باشه تعویل تفسیر و فهم ما از نص الهی است یعنی امام بخاری رحمت الله علیه شیعه است که ایمان زاید و ناقص می دانه این نظر امام بخاری است و اهل سنت و جماعت برخی ها مثل ما و اشاعره ای دو تا که ما میگم این دو تا از اهل سنت و شوافی اکثرش اشاعره است احناف ما است اینا مسلمان استند کافر خونه نیستن مسلمان هستند با ما کافر نمیشه دیروز دو واتساپ ما یک گروپ دارم دو دا او گروپ دیروز یک سوال مانده بود خیلی خفش دم. عالم بسیار کلان است در غرب می باشه من ندیدیم صرف صدا از صدا مشناسه میشه احادیث میخوانه نمشناسه میشه او نمو غرب کدام جای زندگی میکنه او سوال ها رو باز جمع میکنه بر ما میتن او سوال دیروز سوال کرده که امی بعضی ها شرکی که پدرای ما کرده اینا خو مشترک از دنیا رفته این پدرای ما مثلا یگان تا نمیفهمه یا چاریار گفته اینا که عالم مشرک شد گپ عالم بود که یا هم مشرک شدن گفته از عالم که یا دیگه عالم ما برشان دعا نمیتونیم کرده تبقیه چی ما بر پدر مادر خود عجیب بده با گذشته دعا کرده نمیتونیم این افراد گراییز در دین این تعبیر غلط از دین است ما خیلی خفه شدیم سوال جواب گفتم که خدا داناتر است که چقدر دو زده باشن مردم ما که بسیار تون خفه شدم به گپ که چرا این افراد بی جای میگن دین افراد نیست تو پدر مرا بگو پدرم در زندگی کدام دفعه یک چهاریار گفتن با میگه مشرک شده دوار حق نداری برش بکنی نعوذ بالله کدام میگه ده کجا الله گفته پیغمبر گفته کی گفته درست است که الفاظ الفاظ شرکی است ولی پدر از ملت اسلامی خارج شد و یک پادام با از ملت اسلامی خارج نمیشه سر از ملت اسلامی انسان خارج نمیشه سرش ملت اسلامی از زنش طلاق نمیشه در مقبره مسلمان هدف ولی فعل فعل شرکی است قول قول شرکی است این قول قول شرکی است یعنی قول مشرکان است ولی مشرک نمیشه که انسان ملت اسلامی خارج شد خروج عن عن المله نمیشه گفت بعض وادیم تا امروز نگفت یا الله میگه خلاص شد ایدر عالم ما طبق امی, امی سوالی که از پیش ما امی, امی عالم صاحب کرد ول خوب عالم است بسیار حدیث خوبی میخونه متن عربی رو بسیار مقبول میخوانه و بسیار مسائل خوب خوب بیان میکنه بعضی سوالا رو جمع میکنه و من روان میکنه ما به جواب میدم گفتم که ك... چی است ما به خاطر نگرفتیم که حد که حرمتش نشه اگر این قرم اومده بود ما واتس اپ برش گفتیم گفتم این سوالا اگر خودت کردی جاهلانه است و اگر دیگران سوالا کردن قابل ایجاز است قابل او نگفته بود که کس که از خاطر ما برش گفتم قار سرش شدم که این قم سلمانا مردن اینا کلش ما مشرک بدانیم به خاطر چی که کدام دفعه یا چاری از زبانش بر آمده؟ در حالی که امیر شاید ما گفته باشم یعنی ما پیشوری تا نمیفهمیدم در اول یک دفعه ما درود تاج میخوانم نو مدرسه رفته بودم خوب با میشاق میخوانم برای مردم نماز میدادم ما سنیاک مسجد بودوم وخت از 30 سال زیات شد یو چېقدر وشده به 30 سال شات شده باشه په وخت او مې 20 چند 28 29 سال پښ ما درود دو تاج خواندم اته ما, ما طالبالم بودم در حالي کې دا بيني ازو الفاظه صاحب الطاج والميراج دافع البلاء والوبای والقحط والمراس صفات الله ربا الرسول الله داد دافع البلاء الله رسول الله نه د مدینه بلا ما دفق دنه تاسو نهست در مدینه قحطی آمد رسول الله دفعه کرد به الله دعا کرد که پروردگار سرما باران به باران و با و آمد مشکلات آمد این ای صفات الله است ولی امیر ما گفت آیا ما از ملت اسلامی خارج شدم سر گپ نه نمیفهمیدم به اساس عدم فهم امی کلمه گفتیم وقتی که عالم شدم ما میفرمای که عذر جهل جهل عذر است بنزد جمهور بنزد احناف عذر جهل نیست خب بر صورت امام بخاری رحمت الله علیه الله رحمت کنه به خاطر مذهبش یا نظریش بسیار زیاد تلاش میکد کی چنان چنان جمله بندی کنه کی مفهوم مخالف جملهش رد کنه نظر جان مقابل بابا زیادت الایمان و نقصان بابا ضربان زیادت ایمان و نقصان ایمان زائد و ناقص میشه و تب نظر جمهور به نزد احناف ماتوریدی و برخه اشاعره برخی از شوافی که اشعاری هستند اونا میگن که نمیش ناميشا. ناقص نمیشات و علماء ظواهر میگن که ناقص هم میشه زائد هم میشه زیادت نقصان میپذیره جمهور هم نظرش نمیاست جمهور علما و مسلمانان نظرش این است که ناقص و زائد میشه و قوله تعالی و قول الله تعالی و قول الله متعال که میفرماید باب در بیان و زدناهم هدا زیاد کردیم هدایتشان را ای امام بخاری رحمت الله علیه با اشاره میکنه به نظریات خود و زدناهم هدا کی گفت بالمقابل از نقص هدايتهم خواست زدناهم هدا انقصنا هداهم يوم هدا امکان داره زدناهم هدا انقصناهم هدا این میگه مفهوم مخالفش است امام بخاری رحمت الله علیه میگه زدناهم هدا باشه و الذين امنوا إيماناً و زیات الله کسانی إيمانا ایمان آورده ایمانشان را اینجا الله زيادة گفت ما قبول داریم هر که مسلمان است قبول داره زیادت و نقصان مون تا بعضی تعویل میگه میگه زیادت قبول داره خب مراد از این میگه چی است قوت و ضعف است به خاطر که ایمان چیز بسیط است مرکب نیست چیز بسیط است جوهر است جوهر زیاد و کم نمیشه جوهر قوی و ضعیف میشه مثل روشنایی واره روشنایی قوی میشه ضعیف میشه میگه قوا چی واره گرمی و سردی واره قوی و ضعیف میشه اید محاوره ما زیادت و کمیت برش میگیم یا قوی میشه یا ضعیف این میگه اینم تو یک چیز است زیاد و کم نمیشه به خاطر که ایمان سر اشیاء مؤمن ثابت است مثلا مجموعه اشیاء مؤمن به 21 چیز بگید تو مثال این 21 چیز خو زیاد نمیشه اینم از رسول الله سر از ایمان داشت ما شما سر ایمان داریم کب زیاد نمیشه ولی صفات از این ضعیف و قوی میشه این نظر ماتوریدی و احناف و ایناس اما جمهور علما میگه که نه قرآن گفته زاید دیگه چی دا بیرش باز تعویل پالی در آیسته بگو از میگه قبولش کنه ويزداد الذين امنوا ايمانا زياده يكون الله كسان كيمانه و وقال الله اليوم اكملت لكم دينكم ايجا ميگه اتمام الله ذكر و اتمام دو چیزاي مثل كي ماتوريده ميگفتن كي ايمان قوي و ضعیف ميشه نه زائد و ناقص اي ميگه الله تكمل است و تكمل صفات چیزای بسيط باشهود قابلیت ترکیب نداره چیزای مرکب قابلیت ترکیب و زیاده تکمیله داره اليوم اکملت لکم دینکم تکمیل کړه معنی کې ایمان تکمیل شوه په مرور زمان ایمان په تکامل خود او تکمیل میرسه وقته چې چیزی تکمیله میپذیره می زیادت او نقصان هم میپذیره این نظر امام بخاری است فاذا ترک شئ من الكمال فهو ناقص ای مفهوم مخالف است و امام بخار بخاری رحمت الله علیه سلام مفهوم مخالف باور نداره خو مجبورسته چې به مفهوم مخالف رجوع کنه مفهوم مخالفه ا اهل ظواهر در مجموع محدثین در مجموع مفهم مخالف اعتبار نمیکنه مې ظاهره نس چیزی کې اس اقتضا نس اس صراحت نس اس عبارت نس اس و, و اشاره نس اس يا اقتضا نس اس يا دلالت نس اس اني اني چې زای کې د نس اس اقتضا و نس دلالت و نس ایږ مېګا مېګا ما از اقتضا و نس استفاده میکنیم به مفهم مخالف رجوع میکنیم فاذا فا ترک شيء من الكمال وقت کې چیزی از کمال ترک کړه فهوا ناقص ی ناقص میشه حدیثش باشه حدیثش به دغه درس او ستاد است سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني ان يتوب كسب الذنوب وصدته الاماني ان يتوبا انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته قلقا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي